بی‌صبرانه منتظر بودیم که اقداماتی که در پیش دارن بگن. امیدوارم اشکال فنی برطرف شده. کوروش عزیزم باز کن میکروفون. خب سلام جناب آقای بدیع، صدای من اگه دارین لطفا. بله صدای شما رو خوبه، فقط یه خورده بلندتر صحبت بفرمایید. من میدونم که صدای شما رساتر از این هست، یه خورده بلندتر صحبت کنید، ولی صدا خیلی خوبه. بله خیلی ممنون جناب بدیع که این وقت رو در اختیار من میگذارید. در واقع دوستان حتما اطلاع دارن که 21 سپتامبر، یعنی روز 20 سپتامبر، مجمع عمومی سالانه سازمان شروع میشه که زمان سخنرانی جناب آقای آیت الله رئیسی در واقع 21 صبح 21 سپتامبر چهارشنبه هست، که البته ما یک فراخوان تظاهراتی رو دادیم برای ظهر بعد از ظهر تحت نام نه به ورود آیت الله یا رئیسی قاتل به سازمان ملل. البته به قول آقای بدیع احتمالاً ویزا اگر بیان ویزا خواهد گرفت و در اونجا احتمالاً صحبت خواهد کرد، ولی ما به هر صورت مشورت هایی در مورد به اصطلاح تهیه دادخواست این چیزها به اصطلاح دنبال کردیم زیاد امکان پذیر نیستش در آمریکا، در نتیجه مگه دوستان راه‌های قانونی بهتری رو بشناسن که میتونن خودشون دنبال بکنن یا با ما در میون بگذارن در نیویورک این رو انجام بدیم. دکتر پارسای عزیزم سپاس گذاشتن در این زمینه. تموم شد. ممکنه شما یک بار این اطلاعیه رو همینجا قرائت بکنید به طور روشن، قرائت بفرمایید و ببینم با کدوم گروه ها در واقع دارید هماهنگی میکنید. شما به عنوان یک جریان جمهوری خواه و دموکراسی خواه خودتون توضیح بدید. بفرمایید آقای پارسا. من توضیح دادم که اون روز همه نیروهای سیاسی ایران هستن، صبح 9 تا 11 مجاهدین هستن، قبلترش من شنیدم حزب کمونیست کارگری قرار بگیره صدا رو حتما شهر نیویورک، البته شایعه حتما هستن. ما از ساعت 12 به بعد قرار اونجا باشیم، ولی ما یعنی کنشگران نیویورک، نیوجرسی، کنتیکت که تازه درست شدیم، که عمدتا هم شما مطرح کردیم با هویت جمهوری خواهی، برخی دوستان چپ، برخی دوستان سوسیال دموکرات، برخی سوسیال دموکرات، برخی هم من خودم سوسیال لیبرال و دوستان مختلف هستیم، 10-15 نفر هستیم، جوان، میانسال و غیره، که این رو داریم سازماندهی میکنیم. دوستان دیگری هم هستن که فراخوان دادن. اون روز به هر صورت بازار مکارم سیاسی ایران رو مشاهده خواهند کرد. دوستان در نیویورک اگر هستن و میخوان بیان حتما به اون پلازا بیان و اونجا حتما همه رو خواهند دید. و نشان ما نه به جمهوری اسلامی، نه به سلطنت، آری به حقوق بشر و سکولار دموکراسی هست، که البته اون نشان و بنر ماست. بنر ما آزادی زندانیان سیاسی هم خواهد بود و مهمترین بنر ما همون نه به ورود رئیسی قاتل به سازمان ملل خواهد بود، که دو تا بنر گنده در این مورد هم داریم. بقیه موارد دیگه هنوز صحبت نشده، ولی به طور کلی چندین سخنران حتی میکروفون آزاد هم خواهیم داشت. دعوت میکنیم دوستان بیان و به شما در خدمتتون باشه. با کی میتونن تماس بگیرن؟ تمام سایت های مختلف این فراخوان ما هست، اونجا شماره تماس ها هست، دوستان میتونن تماس بگیرن و بیان. اصلا به طور کلی بیان به طرف پلازا، اونجا همه رو خواهند دید، یعنی روبروی سازمان ملل که یک خیابون بزرگ هست همه رو خواهند دید. به هر صورت من در خدمت شما هستم، بیشتر اطلاعاتی بود این مسئله. ما بیشتر فراخوانمون در واقع اینجا نمیخونم چون وقت شما رو نمیخوام بگیرم، چون در سایت های مختلف اخبار روز، ایران امروز، عصر نو، سایت سیمای جمهوری ایران و غیره و زاده میتونید ببینید. من امیدوارم که از امکانات رسانه‌ای خودتون اگر علاقه دارین هم رسانه کمک بکنین، از امکانات رسانه‌ای خودتون در کلاب هاوس
در جاهای مختلف، اتاقهای مختلف لطف کنید و بگید لازم نیست پارتیزان باشه، هر کی هر جایی دوست داره اونجا بره، نیروهای مختلف همه هستن، ولی ما جایی هستیم، نیروهای ملی، چپ، ملی مذهبی و غیره و جمهوری خواهان اونجا حتما سرپناهی خواهند داشت اونجا و اونجا یک کوالیشن، یک ائتلاف از افراد هستش که این ویژگی ها رو با خودشون هم میکنن، یعنی نیروهایی که البته نیروهای اتنیکی هم خوش اومدن در ما هستن دوستان، اون دوستان هم هستن و از همه دوستان دیگه دعوت میکنیم که هم به ما کمک کنن هم صدا رو برسونن. به هر صورت ما به رسانه‌های جهان اعلام میکنیم، روز 20 حتما رسانه به صدا اطلاعیه مطبوعاتی خواهیم داد، به همه رسانه‌ها این پرس ریلیس رو خواهیم داد که عمدتاً این در واقع حکومت جمهوری اسلامی رو در ارتباط با تروریسمی که نسبت به خود افراد خودش، البته سلمان رشدی یک نمونه است، ولی مهمترین وجه تروریسم جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانی که اون رو محکوم می‌کنیم، حقوق بشر، نقض فاحش حقوق بشر و کشتار دهه 60 که دوباره در اون اطلاعیه مطبوعاتی به زبان پروگرسیوهای آمریکا، ما به آمریکایی‌ها و به تمام نیروهای مترقی به خصوص می‌خوایم بگیم که البته جاذبه ضد امپریالیستی در برخی از اینها برای اینها وجود داره که اینها چون مخالف به اصطلاح خود امپراتوری آمریکای امپریالیسم آمریکا به قول خودشون هستن، این جاذبه باعث میشه که به اصطلاح ویژگی‌های جمهوری اسلامی رو در برخی موارد از یادشون بره. چپ‌های آمریکا عمیقا دموکرات هستن، باید بفهمن که جمهوری اسلامی با ارزش‌های دموکراتیک در دنیا در جنگ و این یه بخشی از بخش آگاهی رسانی ماست که باید انجام بدیم. از طریق همون اطلاعیه مطبوعاتیمون می‌خوایم این رو به مطبوعات و به خصوص به گرایش‌های لیبرال دموکراتیک غربی گوشزد بکنیم که به صدا که این جمهوری اسلامی به دشمنی اصلیش با آمریکا نیست. البته من نه اینکه دشمنی با آمریکا خوب باشه یا بد باشه، من این بحث رو اصلا نمی کنم، دشمنیش با ارزش‌های دموکراتیک هستش، دشمنیش با بند اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، با آزادی انسانه، با آزادی خودمختار، با انسان خودمختار آزاد مخالفه و به این مفهوم با لیبرالیسم و